برنامه دی خداوند بخشاینده و مهربان. با سلام و وقت بخیر بیننده و شنونده تلویزیون اینترنتی افغانستان مرکزی و سنترال افغانستان هستید. امروز تاریخ 9 جولای سال 2021 میلادی و برابر با 18 سرطان سال 1400 هجری شمسی است. نصیر ماهدی هستم و تازه ترین خبرها را از مناطق مختلف هزارستان و ولایت‌های مختلف افغانستان انتخاب کردیم که به سمعتان برسانم. ما در این گزارش از غزنی، جاغوری، ناهور، کجران دایکندی و پاتوی دایکندی، ولایت هرات و بلخاب، چهارکند، جوازجان، قندهار، بادغیس، سرخ پارسا، همچنین شیخ علی، بامیان انتخاب کردیم. بیسود امیدوار هستیم که دوستای از تا آخر با ما همراه باشن. اگر از طریق فیسبوک بیننده هستین خواهشان این کلیپ ها به اشتراک ببرن. اگر از طریق یوتیوب بیننده هستین لایک بزن به دوستای دیگه پیشنهاد شه. و اگر از طریق اینستاگرام بیننده هستین لطفاً استوری بسازین. خبرها را شروع میکنیم از ولایت غزنی، از شهر غزنی که در یک حالت هست. طالبان هم به موازی خودشان باقی مانده و حکومتی هم به موازی خودشان قرار بود که کمانده های بیشتری به شهر اعزام شود و اعزام نشدن و فعلا درگیری های کم و بیش در حومه های شهر بین نیروهای امنیتی و طالبان جریان دارن. اما اونقدر شدیدی که یک دفعه طالبان بار اول حمله کرد به اون شکل هم نیست و نیروهای امنیتی هم تا به حال نتونسته که وضعیت کنترل بکنه و طالبان را از شهر بیرون بکنه. مردم فعلا نگرانی های دارد چون متاسفانه اکثر قسمت های شهر بسته است و شکایت را که باشندگان شهر غزنی داره است که طالبان از خانه های اونا به عنوان سپر استفاده میکنه و اونا دستور داده که هیچ کس دروازه هایشان بسته نکنند و زینه هم بالای خانه شان آماده باشه تا در صورتی که حمله هوایی شد بتونه خودشان در خانه های مردم برساند. از ولسوالی جاغوری هم خبر داریم. دیشب حملات طالبان از سمت هودقل بسیار شدید شده بود، هم در اون جبهه هم در حومه شهر غزنی که مودش به خبرها شد بر دوستان عزیز گفتیم. بعد از شدت حملات در این ساحه قوای هوایی یک حملات و انداختهای را در این قسمت ها به موازی طالبان داشته که تلفاتی به طالبان وارد شده. برخی منابع حتی آمار تلفات طالبان را بیشتر از 20 نفر خواندند، اما تا به حال منابع رسمی در این رابطه اظهار نظر نکردند. از نیروهای امنیتی هم در اینجا تلفات کمی داشته که چند نفر زخمی بوده که وضعیتشان کاملا خوب گزارش شده. در ناهور در 24 ساعت گذشته ما درگیری شاهد نبودیم، اما تحرکات را طالبان داشته. امشب هم در قسمت های از نورمرزی جاغوری خل باشه و هم در برخی از نورمرزی های ناهور طالبان تجمعات داره، مثل همیشه در موازی خودشان هستن، ولی خب معمولا اینا تلاش میکنه که از طرف شب حملات خود تدارک ببینه، چون از زمو نقطه قوت خودشان میخواه استفاده بکنه که داشتن دوربین شبین هست که باز نیروهای امنیتی برخی جاها داره و برخی جاها نداره. در کجران دایکندی هم دوستان عزیز دیشب طالبان ساعت 2 حمله کردن برای یکی از پسته های نیروهای امنیتی، ولی زود شکست خوردن. در اونجا نیروهای امنیتی به کمک او پسته رفتن و طالبان بعد از 2 ساعت درگیری عقب نشینی کردن. در اینجا تلفات بر طالبان وارد شده، عمر دقیقش مشخص نیست. یک نفر از نیروهای امنیتی هم زخم برداشت که ولسوالی کجران گفته وضعیتش کاملا خوب است. امروز نیروهای امنیتی در ولسوالی کجران بیشتر در حالت آماده باش در آمدن تا در صورت حمله دوباره طالبان آمادگی کامل داشته باشه. ولسوالی پاتو در 72 ساعت گذشته کاملا آرام گزارش شده و کدام درگیری بین نیروهای امنیتی و طالبان شاهد نبودیم، بلکه بیشتر طالبان این ساعت ترگم کرد. البته این موضوع هم مهم است. در مسیر باغک در شمال بامیان درگیری های جریان داشته. طالبان دیشب تحرکاتی داشته، در این درگیری هم تلفاتی بر نیروهای امنیتی وارد شده، هم تلفاتی بر طالبان وارد شده. بیشتر منابع تلاش میکنه که از دادن جزئیات در این رابطه خودداری بکنه، اما برخی منابع به ما گفتن که در این درگیری 4 نفر نیروهای امنیتی زخم برداشته و از طالبان آمار دقیقشان تا به حال در دسترس نمیباشد. و در ولسوالی سرخ پارسا دوستای عزیز درگیری برخی ها میگفتن وجود داره و همچنان شیخ علی که باید در این رابطه باید بگم دوستان عزیز درگیری خاصی در این دو ولسوالی جریان نداشته. امروز ساعت 12 هر دو ولسوالی، هم سرخ پارسا در قربان و هم شیخ علی، هر دویشان که همسایگی با همدیگر هم هسته و مرز با سیاگرد قربان داره، این هر دو ولسوالی ساعت 12 از سوی نیروهای امنیتی و ولسوال و پرسنلشان ترک میشه، خالی میشه. هم سرخ پارسا همزمان و هم شیخ علی و هیچ طالب هم حضور نداشت در اونجا. تا یک ساعت قبل آخرین جزئیاتی که ما داشتیم، با معذرت 2 ساعت قبل، تا 2 ساعت قبل در سرخ پارسا حتی طالب هم نامده بودن
در ولسوالی کس نداشته، اما ساعت 8 شام در شیخعلی بازار چی در ولسوالی شیخعلی طالبان آمده، این 12 بچه دولتی رو رها کرده، ساعت 8 طالبان آمده، فقط بیرق خودمون زده و پس رفته و هیچ چیزی هم نبوده که به خودشون ببرن و کلا پرسنل ولسوالی هر چی که داشته رو به خود برده بوده. طالبان آمده بیرق خود زده و پس رفته. مردم محل هم به دولتی ها گفته در همین هر دو ولسوالی و هم به طالبان که درگیر در منطقه ما نکنید، شما میدونید خودتون هر چی که میکنید مقصد به مردم ملکی و محصولاتشون و خانه هایشون غرض نداشته باشن. ما نه از دولت حمایت میتونیم در شرایط، نه از طالب گفته حمایت میکنیم. و گفتم میشد طالبان هم پس رفته و درگیری در این دو ولسوالی صورت نگرفته. در ولسوالی سرخ پارسا دوستای عزیز برخ دوستا سوال هم کرده بودن که تولی چه ما گفتن تولی ملک که بیشتر برخا یاد هم میکنن، ما گفتن اونا کجا هستن و در برابر طالبان جنگ کرده یا نکرده، که دوستای عزیز اونا امروز هم از این ولسوالی بیرون رفتن، نیروهایی که با خود داشته و نظامی هایی که با خود داشته و هیچ گونه درگیری هم با طالبان نداشته، ای که بالاخره نقشای ملک غفور، البته دوستای عزیز من بیشتر لازم پیش نگونم ملک اشاره کردم، تولی ملک غفور یا بچه های ملک غفور میگه، اینا هم ساحه را ترک کرده و البته برخی باشندگان محل هم از ترس خانه های خود را ترک کرده و وضعیت هم در اینجا طوری هست که مردم سردرگم هست، چی میشه یا چی نمیشه. درگیری خاصی هم صورت نگرفته ای که بالاخره برنامه چی هست، پلان چی هست، حکومت چی میکنه، طالبان چی میکنه، برای مردم هم بخیر مشخص است. در بلخ با ما طالبان از دو جهت حملات خود امروز بسیار بسیار زیاد شدت بخشیده بودن. یک منطقه هوش بودن که در این طالبان 4 نفر کشته داشتن و 15 نفر یک دفعه دستگیر شد، 5 نفر دیگه بار دیگه دستگیر شد. بعد دیگه ش هم از منطقه قمکوتل طالبان حمله کردن که امی افرادشون که در منطقه هوش در محاصره هستن اینا رو نجات بدن. حملات طالبان در اینجا هم دفع شد، نتونست که نفر آخر از اینجا از محاصره بکشن. در نهایت در اونجا هم تلفاتی به طالبان وارد شده، بر اساس گزارش ها 3 تا 4 نفر از طالبان کشته شده و 5 نفر هم دستگیر شده و در اونجا طالبان شکست خورده. البته قمکوتل فکر کنم نزدیک آبی کلان هست، جایی که در گذشته اونجا خط نخست جبهه مقاومت نیروهای امنیتی بلخ بودن، اما چون صد شکست حالا در قمکوتل اونجا نیروهای امنیتی در برابر طالبان جنگیدن و طالبان در دو ناحیه در اینجا شکستی بسیار سنگین را متقبل شدن. در چهارکنت هم دوستای عزیز طالبان امروز تا قبل از ظهر درگیری شدید داشتن، اما از دو جهتی که حمله کرده بودن در هر دو جهت شکست خورده و فعلا وضعیت چهارکنت کاملا در اختیار نیروهای امنیتی قرار داره. در جوزجان هم امروز به امر مارشال دوستم عملیاتی بسیار بزرگ تصفیه سازی علیه طالبان صورت گرفت که از بسیاری قریه‌جاتی که طالبان فتح کرده بودن عقب نشینی کردن و بر اساس گزارش ها تلفات بسیار سنگینی هم به طالبان در این ناحیه ها و در این مناطق وارد شده. و در قندهار هم دوستان از امروز طالبان حمله کرده بودن برای یکی از حوزه های شهر قندهار، حتی آوازه های پخش شده که قندهار سقوط کرده، کاملا دروغ بود، قندهار کاملا فعلا وضعیتش آرام هست و طالبان عقب زده شده و حتی والی و قماندان امنی همگی در خط نخست هم رفته بودن که به مردم هم به نحوی دل بده و جرأت بده. در رسوف بالا و در رسوف پایین مثل گذشته هنوز هم در دست طالبان هستن و بادغیس هم که حملات طالبان تقریبا از بسیاری جاها دفع شده، اما پیشروی در اطراف شهر دورتر از شهر نیروهای دولتی نداشتن. در هرات هم امروز اسماعیل خان با جمع کثیری در برابر طالبان اعلام استادگی کردن و گفتن ما به طالبان اجازه نمیدیم که شهر هرات هم بسازن. آنطوری که آقای اسماعیل خان اعلان کردن بیش از هزاران نفر که در زیر دستی او هستند در 15 نقطه دیشب جابجا شده و امروز این استحکامات هم گفته بیشتر مستحکم میشه. خب فکر کنم که خبری که از بیسود باید میگفتیم تا به حال نگفتیم، دوستای اشاره هم کردن، خوب شدن. کوتل اونها امروز طالبان حمله کردن، حدودا 4 ساعت درگیری بین مفرزه های امنیتی ملی و ولسوالی جلسک در کوتل اونها مستقر است با طالبان جریان داشته و طالبان بالاخره عقب نشینی کردن. در دیگر ساعات بیسود وضعیت آرام گزارش شده. در قسمت های از دایمیرداد و همچنان خوات و نزدیک های مرز ناهور اینجا تحرکات طالبان بوده، هر از گاه شاید اگر فیرهای بوده مردم و نیروهای امنیتی، اما درگیری بین دو طرف صورت نگرفته است. بیشتر چون در این قسمت ها هم
زیاد طالبا حضور نداره، تمرکز خود بیشتر در وقتا به سمت ناهور و همچنان بلسوالی جاغوری جلب کرده اینا. دلیلی که اینا کتل چی با معذرت بلسوالی پاتور هم در دایکنی ترک کردن، شدت حملاتشان در غزنی و خصوصا جاغوری و ناهور بودن. اینی آخرین جزئیات بود که من به سمع شما دوستان عزیز رساندم. خبرهای امروز زیاد بود، باید مفصل صحبت میکردم. من در پایان یک خواهش از همه دوستای خود دارم، از تمام مردمی خبر تقریبا تکرار همیشه وقتم گفتیم بازم میگم، امسال قسمتی از نذرهای محرمتانه و هر نحوی ممکن به خاطر دفاع خودتان گوشه بمانید. ببینید دوستای عزیز، من اینجا تشویق نمیکنم که شما در برابر کی بجنگید. هر نظامی که در اینجا در افغانستان بیاید، چی همین نظام حفظ شود، چی همین افراد باشد، چی نباشد، چی کسی دیگه به، چی گروه دیگه به، هر کسی به شما رو نادیده گرفته نمیتونه. در هر صورت تهدیدات متوجه مردم ما هست، در هر حالتش آمادگی خودتان را داشته باشید. یک دلیلی که ما امسال در وقتا ضربه خوردیم هم اما پروسه مسخره دیدیار بودن که همگی امکانات خود را حفظ کردن، ما متاسفانه کاملا تسلیم شدیم، با قلم گرفتیم و در فصل قلم هم خوب قلم زدیم، ولی متاسفانه در وقتا میبینیم که قلم خیلی ضعیف شده. از توجه و همراهی شما دوستان عزیز هم جهان سپاس. خیلی خیلی زیاد دوستتان دارم. متوجه خود باشین، متوجه خانوادهتان باشین. خواهش میکنم که وحدت و همدلیتان بیشتر از هر وقت دیگر حفظ بکنید. شما مردم افغانستان، شما جوانان افغانستان، چی در داخل افغانستان، چی بیرون از افغانستان، این رو به یاد داشته باشین که با خبرهای احساسی، با برخوردهای احساسی هیچ مشکلی حل نمیشه. فعلا کشور در وضعیت سختی به سر میبره، ما و شما باید هوشمندانه، آگاهانه صحبت بکنیم. هر گونه دامن زدن به مسائل قومی، به مسائل مذهبی، به مسائل سمتی به ضرر مردم افغانستان است، به ضرر ملت افغانستان هست. هیچ کسی نمیتونه از راه جنگ، از راه خشونت، از راه توهین، از راه حذف سیستم حذف به پیروزی برسه. اگر سیستم حذف، سیستم بدگویی و پرخاشگری نتیجه مداره، ما در سالهای گذشته به نتیجه میرسیم. امروز وقتی گله گذاری ها هم نیست، وقتی هست که بیشتر از گذشته باید از خود گذری بکنین، بیشتر از گذشته برای آینده ملت خود، مردم خود، خانواده خود و خود ما کار بکنیم و سخن بزنیم. خیلی از مسائلایی که در افغانستان میگذره پیچیده تر از آن چیزی هست که ما شما در شبکه‌های اجتماعی میبینیم یا در شبکه‌های اجتماعی میگوییم. پس خواهشن هیچ وقت با برخوردهای احساسی و با حرفهای احساسی منافع اولیای افغانستان، منافع ملی افغانستان به خطر نندازید. هر جوانی افغانستانی، از هر قوم و تباری هستین، اگر شما بر ضد یک قوم دیگه سخن میگوین، شما خائن هستین. هر بچه و دختری که علیه اقوام و مذهب و سمت صحبت میکنه خائن ملی هست، به خودش خیانت کرده، به خانوادهش خیانت کرده، به ملتش خیانت کرده. و یک حرف واقعی است. شما میتونید طالبان را بد بگین، شما میتونید حکومت مسئولین درجه یکش را بد بگین، میتونید غنی را بد بگین، میتونید سیاستمداران را بد بگین، من از شما را کار ندارم. یک حزب بد بگین، یک شخصیت بد بگین، یک وکیل بد بگین، هر چی که از دهنتون میبرش بگین، ولی بر هیچ قومی برچسب نزنید، بر هیچ سمتی برچسب نزنید، بر هیچ زبانی برچسب نزنید، بر هیچ مذهبی برچسب نزنید. مردم افغانستان این را بدانین که اگر وضعیت بدتر از شوه، همگی ما شما آرامش و روحی و روانی خزدیس میتیم. خانواده همه ما، ملت همه ما، کشور همه ما شما در باد فنا ماره. این کشور خانه مشترک ماست. اینجا سرزمین ما هست. اینجا گذشته ما هست. اینجا حال ما هست. حتی اگر در امن‌ترین کشور دنیا زندگی میکنیم، اگر افغانستان امنیت نباشد تو آرامش نداری. تلاش بکنیم همگی دست به دست هم بتیم. از هر قوم و زبانی که هستیم، هر گونه کدورت هایی که با هم دیگر داریم را باید بگذاریم کنار. فعلا فصل گله گذاری حتی نیست. دوستتان دارم. و باشن، خبرهای اصلی فقط اما 8 دقیقه اول بود. بیشتر پر حرفی کردم. خدا نگهدار.